سلام، من بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم هانیم، به اتاق 13 خوش اومدید. ما هر هفته در اتاق 13 دور هم جمع میشیم و در مورد یه موضوع واقعی علاوه ترسناک حرف میزنیم. محاله که به دنیای جنایی علاقه مند باشید ولی اسم الیزابت چورت یا بلک داریا رو نشنیده باشید. ما میخوایم تو این قسمت از زوایای دیگه این پرونده رو بررسی کنیم و همینطور در مورد یکی از قوی ترین مظنونین این پرونده هم صحبت کنیم. در حدود ساعت 10 صبح در 15 ژوئیه سال 1947 یک خانم همراه با دختر 3 سالش از خونش بیرون اومد تا ببره بده کفشش رو تعمیر کنن. وقتی داشت تو پیاده رو قدم میزد توی علف ها یه چیزی نگاهش رو جلب کرد. یه چیزی بود مثل مانکن که خیلی هم سفید بود. حس کنجکاویش گول کرد و نزدیک تر شد، اما در کمال تعجب دید که این مانکن نیست، بلکه در حقیقت یک خانومه که از کمر به دو قسمت تقسیم شده. اون که خیلی ترسیده بود دخترش رو بغل کرد و سری رفت به خونه روبرو در زده با پلیس تماس گرفتن. بدن کاملا برهنه و رنگ پریده بود، کاملا از خون خالی شده و به دو قسمت تقسیم شده بود. چشمانش باز بود، دست ها از هم باز شده بودند و در بالای سرش قرار داشتند. پاها نیز باز بودند و از هم فاصله داشتند. به سرش ضربه خورده بود و صورتش به شکل لبخند جوکر پاره شده بود. لبخند دلهره‌آوری داشت. هیچ خونی روی زمین نبود و مشخص بود بدن بعد از قتل جابجا شده است. حتی یک قطره خون روی زمین پیدا نشد. شاید این جمله مبالغه‌آمیز باشه، ولی به معنای واقعی بدن از خون تخلیه شده بود و بعد هم بدن رو شسته بودن. یعنی پزشکی قانونی نتونست نه اثر انگشتی پیدا کنه، نه اسپرمی پیدا کنه، هیچی نبود روی بدن. پلیس‌ها که رسیدن از جسد اثر انگشت گرفتن و خیلی سریع مشخص شد که این جسد متعلق به الیزابت شورت 22 ساله است. خب اون ظاهرا زمانی که زیر سن قانونی بوده یک بار الکل مصرف کرده بوده و پلیس دستگیرش میکنه، به خاطر همینم اطلاعاتش در لیست مجرمین بوده. با مشخص شدن هویت دختر مشخص شد که این دختر اصالتاً متعلق به ماساچوست بوده و به خاطر عشق به بازیگری به لس آنجلس اومده. وقتی که اومدن با مادرش تماس گرفتن که مثلا در مورد زندگی الیزابت یکم بیشتر بدونن، مادرش فکر میکرد که الیزابت در یک شوی نمایشی چیزی برنده شده و به خاطر همین باهاش تماس گرفتن و خیلی شوکه شده بود که دخترش به این فجاهت به قتل رسیده. اومدن یه سری بروشور چاپ کردن چون میخواستن در مورد زندگی الیزابت شد در لس آنجلس بیشتر بدونن، بدونن چه کسایی باهاش در ارتباط بودن، چون هیچ مدرکی نداشتن. توی این بروشور مثلا نوشتن که الیزابت شورت 22 سالش بوده، موهای مشکی داشته، وزنش 53 کیلو بوده، دندونای پایش نامرتب بوده و مشکل جویدن ناخن داشته. اتفاقا به خاطر لباسای مشکی که الیزابت شورت میپوشیده و همچنین موهاش هم مشکی براق بوده، رسانه‌ها بعد از اینکه اتفاق میفته بهش لقب بلک داریا رو دادن. آره، خیلی هم میگن از همین رسانه‌ها باعث شدن که این لقب رو بگیره. نتایج کالبدشکافی وهم برانگیز بود. روی پاها، ران، گردن و مچها آثار شکنجه وجود داشت. پزشکی قانونی گفت لبخند جوکر روی صورتش در حالی که زنده بوده است انجام شده. او به خاطر ضربه‌هایی که به سرش خورده بود دارای آسیب‌های مغزی نیز بود. از ناحیه پاها بر آن‌های پا تکه‌هایی از گوشت بدنش جدا شده بود و همچنین بدن با دقت به دو نیم شده بود، به طوری که به اندام‌های داخلی و استخوان‌ها آسیبی وارد نشده بود. این نشان میداد کسی که این کار را انجام داده در جراحی مهارت داشته. الیزابت بر اثر شوک و خونریزی درگذشته بود. همچنین در کالبدشکافی ها مشخص شد که ظاهرا قبل از مرگش مجبورش کرده بودند که مدفوعش رو بخوره. و همینطوری که توی ویدیو شنیدید یه تیکه های از بدن الیزابت جدا شده بود و مشخص شد که این تیکه های بدن رو داخل واژن الیزابت قرار داده بودن. اومده بودن که رحمش رو کامل در آورده بودن، رحمش همراهش نبود و این تیکه های گوشت رو داخل واژنش قرار داده بودن. این جنایت انقدر هولناک بود و انقدر جزئیاتش تکون دهنده بود
که تا ماها اسم الیزابت، عکس الیزابت در مورد این پرونده روی پرتیتراژ ترین روزنامه ها و مجلات چاپ می شد. در حقیقت الیزابت چورتی که به عشق بازیگری اومده بود و آرزو داشت که در هالیوود مشهور بشه، با مرگش این اتفاق افتاد و تا ماها روی روزنامه ها بود. کاراگاهان معتقد بودن کسی که الیزابت شورت رو کشته صرفا نمیخواسته جسد رو یه جایی رها کنه، بلکه میخواسته مثل یه اثر هنری نشونش بده و به دنیا بگی که ببین نگاه کن چی خلق کردم، چی درست کردم. و این و موفقم شد. خب خیلی همه جا خیلی سر و صدا کرد. 9 روز بعد از اینکه جسد الیزابت پیدا شد، یه سری نامه به اداره پلیس و روزنامه ها فرستاده شد. خب این نامه ها به این صورت بود که با حروفای بلیط اومده بودن نامه رو چیدمان کرده بودن و اون چیزی که میخواسته بودن رو نوشته بودن. خب داخل یکی از این نامه ها کارت اجتماعی الیزابت، شناسنامهش، یه مقدار عکس فوری، یه دفترچه آدرس تلفن و آدرس خونه بود که توش نوشته و یه سری از برگه هاش هم جدا شده بود و متعلق به الیزابت بود پیدا شد و همه اینها با بنزین شسته شده بود که اثر انگشتش از بین بره. در کل 13 تا نامه فرستاده شد، اما خب نمیتونستن صحت این نامه ها رو چی کنن؟ تایید کنن که همش از طرف قاتل فرستاده شده. شاید اون نامه اول میتونستن تایید کنن ولی بقیه رو نمیتونستن. اتفاقا رو یکیشون هم یه اثر انگشت پیدا کردن، اما خب اون اثر انگشت هم به هیچ جایی نرسید که مثلا بگن این اثر انگشت به هیچ جایی رسید، متعلق به یک کسیه. در طول پیدا کردن قاتل الیزابت با صدها هزار نفر مصاحبه کردن. فقط 75 تا اسم از داخل دفترچه الیزابت به دست اومد و همه این افراد گفتن که ما یکی دو بار با هم بیرون رفتیم، شام خوردیم و رابطه‌مون تموم شده. همون یک بار بوده. و خب یه سری حرف هم به وجود اومد که میگفتن الیزابت کارگر جنسی بوده، روسپی بوده و یعنی چرا با 75 تا اسم مردی که باهاشون فقط دیت کرده توی اون دفترچه باشه. خب ثابت هم نشد، یه سری حرف بود. بریم با هم مضمون رو بررسی کنیم. مضمون اول ما رابرت مانلیه، اون نوازنده سابق ارتش بوده و در سال 1947 شغلش فروشندگی بوده. رابرت اون و الیزابت برمیگرده به یک ماه قبل از قتل الیزابت. ظاهرا الیزابت میخواسته بره سندیگو یه مدت تفریح کنه که رابرت مانلی اون رو توی ایستگاه میبینه. خود رابرت میگه که من به الیزابت رفتم گفتم که بیا برسونم، الیزابت محلم نمیداده. بعد از اینکه خیلی بهش اصرار میکنه قبول میکنه، راضی میشه و با هم میرن سان دیگو. تو مدتی که سان دیگو بودن دو تا کاملا با هم در ارتباط بودن، یعنی حتی یه مدت هتل میگن و با هم بودن توی هتل. خب بعدش هم اونو میاره لس آنجلس و توی هتلی میذاره. بازم اونجا با هم بودن. بازم با هم بودن. یکی از دلایلی که رابرت مشکوک بوده به خاطر این بوده که آخرین نفری بوده، یعنی 9 ژوئیه آخرین نفری بوده که الیزابت رو زنده دیده. البته که خیلی از مسافرین و هتل گفتن که ما الیزابت رو طبقه 11 و 12 دیدیم زنده. توی کلاب بوده. توی کلاب بوده، آره. گفتن دیدیمش. اما خب بازم مشخص نیست که چجوریه. میان از رابرت تست دروغ سنج میگیرن. خب دروغ سنج رو رد میکنه، یعنی قبول میشه توی تست و مشکل نداره. حتی بعد سال 1954 میان یه سرام حقیقتی داشتن که زارن اینجور مواد مخدر بوده، بهش تزریق میکنن و ازش سوال میپرسن، باز هم اظهار بیگناهی میکنه و میفهمن که خب چیز نداره. اما سالها بعد، 39 سال بعد، چیزی که این ماجرا رو عجیب میکنه، ظاهرا رابرت مانلی از آپارتمان خونه‌اش میگن که پرت شده پایین، یعنی خودکشی نکرده، ولی دقیقاً روزی پرت میشه پایین که آخرین بار اونو الیزابت همدیگر رو دیدن، یعنی 9 ژوئیه. همین هم یک کمی ماجرا رو خب عجیب میکنه. چجوریه که مثلا طرف دقیقا تاریخ با همدیگه یکی بوده تقریبا، آره دیگه، مثلا سال روز مرگش با سال روز روزی که الیزابت مرده یکی باشه. ولی خب این هم برای مضمونه که توی لیست هستش.
اما مزنه دوم ما که قوی ترین مزنه و اصلا کلن این اپیزود قرار در مورد اون باشه، جورج هودل، یا بهترتون بگم دکتر جورج هودل. اون یک پزشک بسیار ثروتمند و باهوش در با آیکیوی حدود 186. اون در دانشکده پزشکی درس خونده و اتفاقا جراحی هم خونده، اما در اون زمان کلینیک بیماری های مقاربتی جنسی رو داشته و ظاهرا کلینیکش هم سخت غیرقانونی جنین هم انجام میداده. یه چیزی که در مورد دکتر هودل میگن، میگن در مورد زندگی جنسی افراد، اما از اینکه اون افراد کارگر جنسی باشن و یا شهردار باشن براش جالب بوده، یعنی سعی میکرده به هر نحوی شده در مورد اونا اطلاعات پیدا کنه. آقای جورج هودل انقدر در لس آنجلس قدرتمند بود که تونست به ریاست سازمان بهداشت لس آنجلس هم برسه. همزمان با اون دخترش تامار به یاد میاره که پدرش در خونه معروفی که کنار هالیوود داشت جشنه بسیار بزرگی برگزار میکرد، به طوری که در اون آدم های خیلی معروف و مشهوری شرکت میکردن. البته که به جنبه های تاریک هنر علاقه مند بودن. تامار میگه که پدرش اونو مجبور میکرده عکسای کاملا برهنه برای یک هنرمند به اسم منری بگیره. این داستان انقدر عجیب میشه که تامار یک بار فرار میکنه و میره پیش پلیس و به پلیس میگه که پدرش در سن 11 سالگی به اون آموزش سکس دهانی میداده و حتی اونو در این جشنهایی که برگزار میشده به دوستانش پیشنهاد میداده برای سکس و حتی در 14 سالگی با دخترش رابطه جنسی کامل برقرار میکنه و در 15 سالگی تامار یک دختر به دنیا میاره که البته دخترش رو در یک ایالت دیگه آمریکا به فرزند خوندگی میگیرن که بعدها این دختر بزرگ میشه و دنبال شجره نامش میگرده و متوجه میشه که پدر بزرگش در حقیقت پدرشه. وقتی که تامار رفت پیش پلیس و شکایت کرد، یه تام به پدرش زد، گفت که پدرم الیزابت شورت رو کشته و در دادگاهی که علیه پدرش برگزار شد متاسفانه آقای جورج هودل به اتهام محاربه دستگیر شده بود، ولی تبرئه میشه چرا که اعضای خانواده شهادت میدن که تامار داره دروغ میگه و پدرش بهش تجاوز نکرده که بعدها اونا میگن به خاطر احتیاجات مالی ما این کارو کردیم، چون احتیاج داشتیم به این آقا. جورج هودل 5 تا زن داشت و 11 تا بچه. یکی از این بچه ها اسمش استیو هودل بود که در زمان قتل الیزابت شورت فقط 5 سالش بود. اون بعدها که بزرگتر میشه توی آلبومای خانوادگیشون که منری از اعضای خانواده عکاسی کرده بوده دو تا عکس ناشنا پیدا میکنه که به نظرش خیلی شبیه الیزابت شورت بودن. تکلیف یه عکس مشخص میشه و مشخص میشه یکی از معشوقه های پدرش بوده، اما عکس دوم هیچ وقت تکلیفش مشخص نمیشه و کسی نمیدونه کیه. خب استیو مامور پلیس بوده، میره پرونده رو در میاره و شروع میکنه به خوندن و متوجه میشه بعد از مرگ دالیا یا همون الیزابت شورت پدرش جزو 5 مظنون اصلی پرونده بوده، اما به یک بار پرونده متوقف میشه، یعنی پدرش جزو مظنون بوده ولی یه پرونده بسته میشه و پدرش میره فیلیپین. یعنی که آشنایی تو پلیس داشته یه رشوه داده فقط. دقیقا. خیلی از مدارک در طول زمان از بین رفته بودن یا از دستی از بین برده بودنشون، اما مثل اینکه پلیس از اونجایی که شک داشته به این آقای جورج هودل توی خونه‌اش شنود میذاره و یه بار یه مکالمه ازش ضبط میشه که مشخص نیست با کیه، که میگه که شما فرض کنید من الیزابت شورت رو کشتم، اونا نمیتونن چیز رو ثابت کنن، اونا دیگه نمیتونن با منشیم صحبت کنن چون اون مرده، فکر میکنن چیز مشکوکی وجود داره، به هر حال شاید فهمیده باشن من کشتمش،
شاید واقعا من منشیم رو کشتم. این شنودها فقط 40 روز بوده و بعد از 40 روز به یک بار قطع میشه، چون جورج هودل فرار میکنه میره فیلیپین. میگن که ظاهرا تو یکی از این ویس ها یه صدای چی هم میومده؟ جیغ. آره دقیقا، صدای جیغ یه زن هم از زیر زمین میومده. آقای استیو هودل میگه که 8 نفر شهادت دادن که پدرش و الیزابت شورت عاشق و معشوق بودن و با هم در ارتباط بودن و توی یک هتل با هم دیده بودنشون. بعد از مرگ الیزابت شورت 6 تا قتل دیگه هم اتفاق افتاد که 6 تا زن کشته شدن و دقیقا عین الیزابت شورت بود، یعنی تیکه تیکه شده بودن و شکنجه شده بودن. روی اکثر بدنهای اینا نوشته شده بود fuck you BD، که خیلی ها معتقدن میگه fuck you black dahlia، اما خب مشخص نیست. استیو میگه که پدرش اینا رو کشته. اینا اومدن الان با توجه به تکنولوژی ها اون دستخطایی که فرستاده بودن به پلیس رو دادن به کامپیوتر و این بی دی هم که نوشته دادن به کامپیوتر و کامپیوتر تشخیص داد که اینا شبیه همه این دستخطا، یعنی احتمال داره یه نفر باشن. احتمال داره یه نفر باشن، ولی فقط دلیلش هم همینه که میگه که به خاطر که اینا شباهت به هم داره. و اتفاقا عکسی که پیدا کرده بود رو اون رو هم دادن به کامپیوتر و کامپیوتر گفت که 95% احتمال داره که این الیزابت شورت باشه. استیو گفته که پدرش 1 هفته قبل از قتل الیزابت شورت 50 کیسه سیمان خریده بوده برای بازسازی خونه. اگه به عکسی که از صحنه جنایت الیزابت شورت گرفته شده نگاه بکنید، یه سری کیسه اطرافش میبینید. استیو میگه که این کیسه ها دقیقا مارکش همون کیسه هاییه که پدرم خریده بوده و پلیس گفته که از این کیسه ها احتمالا استفاده کرده بودن برای اینکه جنازه رو از داخل ماشین انتقالش بدن به بیرون. استیو حتی جلوتر میره و میگه پدرش منری رو پرستش میکرده، به معنای واقعی پرستشش میکرده و میگه که سلاخی الیزابت شورت در حقیقت الهام گرفته از 2 تا از تابلوهای منریه. میگه تو تابلوی اول حالت دستا همون حالتی بوده که جسد الیزابت پیدا شده و تابلوی دوم که تابلوی لبخندش هستش، اون صورت الیزابت شورت که لبخند داده شده بوده، میگن دقیقا شبیه همون بوده. همونطور که اشاره کردیم جورج هودل فهمیده بود که بهش شک کردن و احتمالا هم رشوه داده که چیش کردن، مدارکار از بین بردن، ولی به فیلیپین فرار کرد. در سال 1967 توی نزدیکی خونه جورج هودل یه جنازه پیدا میکنن که دقیقاً عین الیزابت شورت تیکه شده بوده. ببین مثلا هر کسی میتونه، ما مثلا قاتل کلیولند تورسو رو داشتیم که میمد نصف میکرد جسد رو، ولی مدلی که این الیزابت شورت تیکه شده بوده، یعنی یه جوری جراحیش کرده بودن. آره دیگه، چون دکتر بوده یه امضایی داشته، الان این جراحیش هم یه امضا بوده برای خودش. نه این ببین روشی بوده که توی دانشکده پزشکی یاد میدادن، خب هیچ آسیبی حتی به استخون‌ها هم زده نمی‌شد، یعنی یه روش خاص بوده. الان فقط اون مثلا اینقدر دکتر بوده که جراح بوده. توی دانشکده جراحی درس خونده بوده و توی فیلیپین هم نزدیک خونش جسد رو پیدا میکنن و استیو میگه پدرم احتمالاً اون قتلم انجام داده. بگم چجوری میشه که مثلا یه قتلم اون تو شهری که اون هست دقیقاً همونجا نزدیک خونش پیدا نزدیک خونش اتفاق بیفته. در سال 2012 استیو همراه با یه سگ جسدیاب و یه مامور پلیس میره خونه بچگی‌هاش تا اون خونه رو بو بکشن ببینن جنازه‌ای وجود داره یا نه و در کمال تعجب اون سگ تشخیص میده که توی اون خونه جسد خاک شده. اما صاحب خونه اجازه نمیده که اونا خونه رو کند و کاف کنن، چیزی پیدا کنن. اما یه کاری که میکنن، از حیاط پشتی خونه 1-2 مش خاک برمیدارن و کارشناسا تشخیص میدن که داخل این خاک ها بقایای انسان وجود داره، انسانی که در حال فساد بوده که مربوط به چند سال قبل هم. آره گفتن این بازه زمانی یه چیزی بین 20 تا 100 سال قبله، یعنی تو بازه هم بوده که دقیقا جورج هودل اونجا زندگی میکرده.
استیو میگه پدرش هم اتفاقا یه اتاق مخفی هم داشته که بچه‌ها اجازه نداشتن داخلش برن و اون میگه یکی از دلایلی که پدرش از این پرونده پاک شده به خاطر اینه که با گنگسترا و افرادی که مثلا قدرتی داشتن، منصبی داشتن توی لس آنجلس در ارتباط بوده و اونها باعث شدن که یه سری اطلاعات از روی پرونده پاک بشه. بعد از اونم که فرار میکنه میره فیلیپین، اگه اشتباه نکنم سال 1990 بر میگرده، توی فیلیپین ازدواج کرده بوده، دوباره بچه داشته، شاید زندگی برای خودش درست کرده بوده. توی آنتراک که داشتم پرونده رو دوباره مرور میکردم، یه سری از جزئیات انقدر تکون دهنده است. مثلا یه چیزی که من یادم رفت بگم این بود که روی آلت تناسلی الیزابت شورت رو اومده بودم به صورت صلیب شکل کرده بودم و پاره کرده بودم، قسمت های از سینه‌ش رو خط انداخته بودن. حالا من عکس ها رو قرار میدم، هم داخل کانال تلگرام میذارم هم داخل وبسایت میذارم. عکس ها خوب نیست دیگه، کسایی که میتونن نگاه کنن. و اینکه یه فیلم خیلی خوبم ساختن، البته فیلم هولوهوش الیزابت شورت نمیگرده، بیشتر در مورد ماجرای تجاوزیه که جورج هودل به دخترش کرده به اسم چی بود اسمش؟ I am the night. فیلمو ببینید، خیلی فیلم خوبیه. دیگه حرفی نه دیگه نمونده. خوشحال شدم در این ویدیو هم کنار ما بودی. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.